رمان ادامه دار و پرفراز و نشیبی که انصافا خوبن نوشته شده و فراز و فرودهای خوبی هم داره. ازش یه رمان خوبم داره. بله، یه درام کامله. بله. و پرونده این هفته رو به همین موضوع اختصاص دادیم، بررسی 4 هفته پرماجرا در فرایند بازگشت استراماچونی، استقلال استراماچونی، رویایی که نقش براب شد. اول یه نگاهی میکنیم به اینکه در این 4 هفته چه گذشت و بعدن چند تا سوال مطرح میکنیم. ماجرا از روز اول شهریور ماه مطرح شد، یعنی وقتی که استقلال داشت آماده میشد برای شهرآورد جام حذفی و خبری که 2 روز قبل‌تر در یکی از در واقع رسانه‌های هواداری منتشر شده بود، این بار خبرگزاری مهر منتشر کرد در روز اول شهریور ماه که اعلام شد که آقای سعادتمند به ایتالیا رفته و نشستی با استراماچونی برگزار کرده و وکلاش. نکته جالب توجه این بود که در پایان این خبر نوشته شده بود برخی از نزدیکان باشگاه مذاکره برای بازگشت وی به ایران را دور از ذهن نمی‌دانند. یعنی این اولین جرقه ماجرای بازگشت استراماچونی به استقلال. در روز 3 شهریور ماه یک خبری منتشر شد که استراماچونی چراغ سبز نشون داده و 2 روز بعدتر این بار نه منابع ایرانی، توتو مرکاتو بود که نوشت که مذاکره شده و قراره که در واقع شرایط بازگشتش تسهیل بشه و استراماچونی 48 ساعت زمان خواسته برای جواب دادن. در روز 7 شهریور ماه که همینجا خدمت آقای سعادتمند بودیم، آقای سعادتمند به صراحت گفتن که برای در واقع تخفیف گرفتن به ایتالیا رفته بودن و این رو هم رد نکردن که برای سال آینده شاید نقشه دیگری داشته باشند و با فرهاد مجیدی کادر فنی فعلی قطع همکاری کنند. اما در روز 9 شهریور ماه یعنی یک شنبه این بار هم دیمارتیو بود که در واقع یک خبر جدیدی منتشر کرد و اینکه استقلال پیشنهاد داده برای بازگرداندن استراماچونی به استقلال. اینجا موقعیه که استقلال در نیمه نهایی جام حذفی در شهرآورد پیروز شده بود و داشت آماده میشد برای جام حذفی که ماجرای استعفای فرهاد مجیدی اون حواشی پیش اومد. در روز 10 شهریور ماه آقای خلیل‌زاده رئیس هیئت مدیره انکار کرده بودن، گفته بودن اصلا بحثی وجود نداره. و جالب اینجاست که آقای صادق درودگر که عضو هیئت رئیسه سازمان لیگ هستند در همون روز گفته بودن که طبق قانون استراماچونی حق بازگشت به ایران رو نداره. یک روز بعدترش این بار نوبت به آقای نورشرق رسید، رئیس کمیته تعیین وضعیت، که ایشون هم گفتن که نمیتونه قرارداد جدید امضا کنه و بازگشتش منتفیه. اما بی توجه به این قصه ها باشگاه استقلال همچنان به فعالیت های خودش حداقل در رسانه ها ادامه میداد. در روز 13 شهریور ماه دوباره خبری منتشر شد، روزیه که 13 شهریور فینال جام حذفی برگزار شد. بله. استقلال دیگه جام حذفی رو از دست داد و فرهاد مجیدی هم یه قطع همکاری کرد. باشگاه استقلال بیانیه ای داد خیلی واضح و روشن و گفتش که مذاکره شروع شده. حالا طبق این چیزی که 13 شهریور بله. در روز 15 شهریور شروط استراماچونی منتشر شد، این بار هم از طریق منابع ایتالیایی که گفتن 3 شرط داره. اول اینکه امکانات خوبی داشته باشه و بازیکنای فعلیش تمدید کنن، بازیکن به خدمت بگیره و پیشنهاد مالی منصفانه. بله. این در واقع مهمترین بخش شرط استراماچونی بود. در روز 19 شهریور یک خبر جالبی منتشر شد در رسانه ها که اگرچه هیچ مقام رسمی در باشگاه استقلال تاییدش نکرد. بله. اما بارها در واقع در رسانه ها این صحبت مطرح شد که استراماچونی مهمان ویژه استقلال در قطر خواهد بود، که اگر این اتفاق می افتاد تکذیب هم نشد. شما فکر میکنید تکذیب شد اصلا رسمی؟ نه نه، هیچ وقت به طور رسمی تکذیب نشد. اما در روز 22 شهریور ماه از نامه‌ای رونمایی شد که استقلال 16 شهریور به سازمان لیگ نوشته بود و سازمان لیگ 19 شهریور جواب داده بود، یعنی به تاریخ گفته بود استراماچونی نمیتونه برگرده چون طبق این قانون جدید. بله، 3 روز بعد. و در همون روز آقای پاستورلو یک در واقع مصاحبه‌ای کرد، یا در واقع تو صفحه شخصیش یک پستی گذاشت و گفت استقلال اقدام قابل توجهی انجام نداده و 10 روزه ازشون خبری نیست.
و دو روز بعد یک در واقع خبر جدید دیگری منتشر شد از استراماچونی که گفتن که سنگ بزرگی جلوی پای استقلال انداخته. جالبه اون چیزهایی که اگر این خبر حقیقت داشته باشه بندهای عجیب و غریبی میخواسته، حق فسخ یک طرفه و در صورت اینکه فسخ بشه قراردادش باز هم باشگاه استقلال باید بهش غرامت بده در قرارداد جدید به اضافه حالا من بلیت برای خودش و خانوادش و یک نکته دیگه این که دستیار ایرانی هم نداشته باشه. تا رسیدیم به روز 25 شهریور ماه بالاخره خود آقای استراماچونی بعد از این همه ماجرا اینجاست که خیلی دیر اگر قرار بود اتفاق بیفته بله چرا اینقدر دیر هست بالاخره واکنش نشون داد و گفتش که عصبانی ام غمگینم به من پیشنهاد داده نشده و جالبه در پستی که منتشر کرد طوری هوشمندانه کلمات پشت سر هم چیده شده که میشه این رو هم قصور باشگاه استقلال دونست هم قانون سازمان لیگ برای منع استخدامش دلست. میشه برداشت‌های متفاوتی کرد. بعد بالاخره در بامداد روز 26 شهریور ماه استقلال باشگاه ساق بیانیه‌ای داد و گفتش که پرونده مختومه شده، مذاکرات به نتیجه نمیرسه و تمام. 27 شهریور هم جالبه که در رابطه با دلایل منتفی شدنش یه نکته خیلی خیلی مهمی اینجا نوشته شده و گفته که حسابداری باشگاه ما گفته که ما نمیتونیم 900 هزار یورویی که میخوای رو بپردازیم و حسابداری باشگاه مانع شده، 500 هزار یورو بیشتر نمیتونیم بپردازیم. یعنی از این میشه نتیجه گرفت که صرفا قوانین محدود کننده سازمان لیگ نبوده، اختلاف حسابی هم در جریان بوده. همونجور که بعدها و مشخص شد استراماچونی برای بازگشت تمام 1,680,000 یورو غرامتی که از استقلال طلب می‌کرده رو می‌خواسته تا قرارداد جدیدی منعقد کنه. حالا آیه یوسفی چند تا سوال مطرح میشه و چند تا مسئله. اول اینکه بازگردوندن استراماچونی تبدیل شده به یک راه میونبر برای موفقیت. این در واقع بسیار جالب توجهه که استراماچونی با اینکه حدود 6 ماه در ایران بود و در اون مدت به جز یک هفته ساعت نشینی دستاورد ملموس دیگه ای نداشت، محبوبیت کم نظیری داره، شاید هم بی نظیر. در واقع شما وقتی با هواداران استقلال روبرو میشید شاید بیشتر از 80%شون خواستشون بازگشت این مربی به استقلاله. اما یک مسئله مهم وجود داره، آیا هوادار باید کارسازی بکنه و این شرایط رو تسهیل بکنه برای بازگشت استراماچونی به استقلال؟ مسئله اینه که ما استقلال تیم وزارت ورزشه. آقای سعادتمند علاوه بر اینکه کارمند این وزارت خونه هستن منصوب وزیر ورزش هستن و سایر اعضای هیئت مدیره. چرا باید همه این بار به دوش هوادار انداخته بشه؟ مگر باشگاه استقلال نمیتونه با سازمان لیگ، فدراسیون فوتبال یا وزارت ورزش زودتر مکاتبه داشته باشه یا اساسا مکاتبه رسمی داشته باشه و ازشون بخواد که در این قضیه تعیین تکلیف کنه؟